حالا شما تصاویر مورد نظرتون رو وارد فاینال کات کردین و میخواین شروع بکنین به تدوین کردن. قبل از اینکه بخوایم وارد بحث تدوین بشین، اول من چند تا نکته رو بگم. یکی اینکه سیستم فاینال کات از چپ به راست، یعنی به طور مثال این ایمپورت، این اکسپورت، یا مثلا اول شما ایمپورت میکنین، بعد این دکمه ها برای سازماندهی کردن اطلاعات شماست، برای تدوین کردن، برای اضافه کردن افکت یا چیزایی که تصویر شما رو میتونه تغییر بده، اضافه کردن تایتل و کپشن و خروجی گرفتن در نهایت. خب حالا اینجا شما این تصویر رو وارد کردین، الان اولین کاری که میتونین بکنین اینه که این دکمه رو بزنین و این قسمت Events and Libraries رو کلن ببندین، برای که اینجا الان جای بیشتری خواهید داشت برای اینکه تصاویرتون رو راحت تر ببینین. اگر شما خواستین این تامل که اینجا میبینین بزرگتر یا کوچیکتر بشه، میتونید از اینجا بیاین بگین کلیپ هایت رو بیشتر کن یا کمتر کن، ویف فرم رو نشون من بده یا نشون نده، یا اینجا میتونید بگین که زمان هر کدوم از این کلیپ ها، این بازه ای که اینجا شما میبینید بیشتر باشه یا به طور مثال کمتر باشه. اصطلاحاً زوم کنید روی هر کلیپ یا زوم آوت بکنید. این بازی که بنا به سلیقه شماست، ترجیح شما بخواید میتونید اینجا تصاویرتون رو ببینید. یه نکته خیلی جالبی هست، یکی از چیزایی که خیلی رو اعصاب ملت میرفت این عنوانی بود که اینجا وجود داشت، Group Clips By، یعنی این تصاویر رو بر اساس این عنوان ها برای من طبقه بندی کن، به طور مثال طولانی ترین یا کوتاه ترین، بر اساس فایل تایپ، بر اساس رولز که حالا راجع به رول ها بیشتر بعدا صحبت میکنیم، بر اساس روزی که درست شدن و حالا الی آخر. الان شما اینجا ببینید مثلا این نشون میده که دقیقاً چه روزی این فیلم برداری شده یا این صداها چه روزی صدا برداری شدن. اگر نخواستی میتونید خیلی راحت الان تو این ورژن بیاید این رو بذارید روی نان و دیگه اینا رو نشون شما نمیده. عنوان دیگه هم سورت بایه، یعنی حالا شما میتونید بگید که مثلا طرز چیدن اینا بر اساس اسم باشه، بر اساس تک باشه، بر اساس طول مدت زمانشون باشه، اکسندینگ و دیسندینگ باشه، یعنی از اول به آخر یا از آخر به اول باشه، و این دیگه ترتیبی که شما میتونید این تصاویر اینجا باهاش ببینید. این دو تا آیکون هم یکی به این شکل تامنیل نشون میده تصویرتون رو، یکی به شکل لیست. حالا اینجا مثلا شما خیلی راحت میتونید هر کدوم از این تصاویری که خواستید به این شکل ببینید و بیاید اینجا مثلا اون قسمتی که مد نظرتون هست رو انتخاب بکنید.